برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست، گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست. آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک، جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست. این قافله از قافله سالار خراب است، این قافله از قافله سالار خراب است. اینجا خبر از پیش رو و بازپسی نیست. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خیش، تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خیش. دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خیشم به تو برمیخورم، اما آنسان شده ام گم که به من دست رسی نیست. آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است، حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست. امروز که محتاج تو هم جای تو خالی است، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است، در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است. وقتی همه بودن ما جز هوسی نیست. هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه، از شعرای نامدار و معاصر میهن عزیزمان. با درود و وقت به خیر خدمت یکایک عزیزان و همسفران، امیدوارم تنی سلامت، دلی امیدوار، روحی آرام و لبی خندان داشته باشید. در این دور همی فاصله دار، قسمت 12 دورنمای پرواز را از دلنوشته روی بام عشق به شراکت با شما عزیزان میگذارم. اما پیش از پرداختن به آن، به سروده زیبا و عاشقانه از شهدی لنگرودی، شاعر برجسته و معاصر میهن عزیزمان، گوش فرا میدهیم. و پس از خواندن 12 قسمت دورنمای پرواز، به سروده زیبایی از حمید مغربی یاسمنج، دیگر شاعر برجسته و معاصر میهن عزیزمان، همراه با زخمه‌های تار استاد فرهنگ شریف گوش فرا می‌دهیم. گفتم غم عشق یار دارم چه کنم، گفتم غم عشق یار دارم چه کنم. در دل غم بی شمار دارم چه کنم. گفتا که چو لاله باش و خاموش بسوز، گفتم دل داغدار دارم چه کنم. گفتا که دل از زلف درازش برگیر، گفتم شب انتظار دارم چه کنم. گفتا که بسوز و با غم عشق بساز، گفتم دل بی قرار دارم چه کنم. گفتا که ز جام باده همت مطلب، گفتا که ز جام باده همت مطلب. گفتم سر پرخمار دارم چه کنم.
گفتا نظر از من جفاکار ببند. گفتم به راحت گذار دارم چه کنم. گفتا که ز عمر بی امان دیده بپوش. گفتم به زمان کار دارم چه کنم. گفتا که مکن شکوه چو شهدی از چرخ. گفتا که مکن شکوه چو شهدی از چرخ. گفتم غم روزگار دارم چه کنم. روی بام عشق، دورنمای پرواز، قسمت 12. آریان چون با این نوع تفکر با بابا جون صحبت میکنه، به بابا بر میخوره و تعبیری که از حرفاش میکنه اینه که آریان داره بی احترامی میکنه و قصد کنف کردن، تحقیر یا توهین به عقایدشو داره. چون بعد از این اتفاق بابا هم از هوتن و هم از من خواست که ما هم با آریان و حمید آقا قطع رابطه کنیم. وقتی ازش پرسیدم چرا ما باید انتخاب شما رو دنبال کنیم، به دو مورد اشاره کرد که اولا ما اعضای یه خانواده هستیم، ثانیا آریان آدم فاسدیه که سر سفره پدر و مادر نون نخورده و از انسانیت بویی نبود. همه میدونیم که مامان هم تنها به واسطه حمایت از بابا مجبور به قطع رابطه شد. اما چرا من و هوتن هیچ کدوم قبول نکردیم؟ واسه اینکه آریان و حمید آقا آدمای بسیار آگاه و مهربون و مصاحبین بسیار خوبی هستند. خود من هرگز ندیدم که هیچ کدومشون با غرض و دشمنی با دیگران برخورد کنند یا در صدد تحقیر و بی ارزش کردن شخص یا عقیده‌ای باشند، در حالی که هر دو نفرشون تحصیلات علمی و تخصصی بالا دارند. آریان 2 سالیه که دکترای روانشناسیشو گرفته، الانم در مرحله انتهایی کارشناسی در فلسفه تلاش میکنه. همین آقا هم که بیش از 10 ساله تو دانشگاه و مدرسه عالی جامعه شناسی و مردم شناسی تدریس میکنه و عضو هیئت علمی دانشگاه است. اما جون به نظر من مشکل اصلی بین بابا جون و آریان و حتی همین آقا این بود که وقتی این دو نفر توی جمع راجع به موضوعی صحبت میکردن و دلایل خودشونو برای پشتیبانی از درستی نوع تفکر و عقایدشون بیان میکردن، این بابا جون بود که غالبا بدون کمترین ملاحظه‌ای صحبتشونو به عنوان مخالف قطع میکرد و با اونها وارد جنگ تن به تن میشد، با این امید که هم صدای آنها را خفه کنه و هم موفق به اثبات درستی خودش بشه. چون مبنای قضاوتش حداقل در مورد آریان این بود که چون از آریان بزرگتر و پرتجربه تره، پس حق با ایشونه. خوب یادم میاد موقعی که آریان میگفت امروز دیگه مسئلهی به نام بردهداری در هیچ کجای دنیا موردی پذیرفته شده نیست. میگفت خود ما علارغم داشتن رهبران کبیر و آزاداندیشی چون کوروش و داریوش بزرگ، در اسفند ماه 1337 قانون ممنوعیت بردهداری را زیر فشار سازمانهای جهانی حقوق بشر قبول کردیم، چون موضوع بردگی و بردهداری بخشی از فرهنگ اسلامی ما بود و حمایت‌های همه جانبه دینی رو با خودش به همراه داشت. یعنی یه سیستم کاملاً پذیرفته شده شرعی و قانونی بود که در اون انسان‌ها به عنوان ملک یا دارایی انسان‌های دیگر محسوب می‌شدند. اون چیزی که بابا رو خیلی عصبانی می‌کرد این بود که می‌گفت ایرج خان، مگه شما نمیگی که قرآن مجید بهترین و کاملترین دستورات رو برای موفقیت و رستگاری بشر ارائه کرده؟ از شما خواهش میکنم قرآن تو از تو جیبت بیرون بیار و آیه 28 سوره روم رو یه بار دیگه بخون و راجع بهش خوب فکر کن.
چون در این آیه برای شما از خودتون مثلی آورده که میگوید مگر بندگانتان در آنچه به شما روزی داده ایم با شما شریک هستند تا در مال هم با شما برابر باشند. اگه دیدی به هر دلیلی متوجه معنیش نمیشی، سوره نحل آیه 75 رو بخون که در اون خداوند برده ای رو مثال میزنه که هیچ گونه قدرتی نداره، یعنی با مالک یا ارباب خودش برابر نیست. اما اگه بازم راضی نشدی و فکر کردی من همچنان به مزخرف گوییم ادامه میدم، سوره معارج آیات 29 و 30 رو بخون. خواهیدی که قرآن مجید به روشنی میگوید کسانی که شرمگاه خیش نگاه می‌دارند مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان، که در این حال ملامتی بر آنان نیست. البته این موضوع در سوره مؤمنون آیات 1-7 هم با اضافاتی گفته شده. کسانی که غیر از این دو بجویند، یعنی به غیر از همسران و کنیزان، از حد خیش تجاوز کردند. در این آیات شریفه علاوه بر تایید بردهداری و مشروع دانستن این عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی، به کلیه مسلمانان اجازه داده شده که با بردگان زن خود یعنی کنیزان هم بستر شوند، یعنی برقرار کردن ارتباط یا تماس جنسی با کنیزان بی توجه به خواست آنان از حقوق مسلمه مرد مسلمان محسوب می شده. یعنی هر مرد مسلمان به درستی آموخته بوده که با اموالش یا چیزی که به تصرف خود در میاره و به روی اون تملک پیدا میکنه به چه شیوه ای رفتار کنه. اما برقراری رابطه جنسی با هر گروه دیگر از زنان که همسر یا کنیز نباشن تجاوز آشکار به حدود محسوب می شده. شاید به همین مناسبتی که سوره نساء آیه 24 قرآن کریم موضوع را به این صورت بیان کرده که زنان شوهردار بر شما حرام شده اند مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند. آریان دنبال هیچ مطلبی رو به سهولت رها نمی کرد. می گفت معمولا انتظار بشر اینه که تمامی پیامبران به عنوان عالی ترین شخصیت های مذهبی و پایه‌گذاران ادیان الهی از بهترین و درست کارترین افراد جامعه باشند، به نحوی که اندیشه و گفتار و رفتارشون عاری از هر گونه عیب و نقص و ناپاکی و پلیدی باشه تا به عنوان الگوی صداقت و نیکوکاری و پرهیزکاری شناخته بشن. میگفت داستان داوود نبی رو احتمالاً اکثرتون در کتاب مقدس یهودیان یا تاریخ طبری خواندی. فقط واسه یادآوری میگم که داوود نبی چگونه با داشتن همسران متعدد با زن زیبای شوهردار یعنی همسر اوریا و از اعضای ارتش داوود هم بستر شد و پس از اطلاع از حامل شدن زن نقشه قتل شوهر او را پیریزی کرد و در نهایت پس از کشته شدن شوهر با زن مذکور ازدواج کرد. یعنی طبق دستورات تورات و کتاب عهد عتیق و سنت پیامبر اکرم داوود نبی قطعا باید سنگسار می شود. چرا که با زن شوهردار هم بستر شده بود. اما همگیمون می دونیم که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. چرا راه دور بریم؟ ابن اسحاق اولین مورخ تاریخ صدر اسلام است که در سیره رسول خدا روایت می کند که پیامبر اسلام حکم سعد ابن معاذ را مبنی بر اعدام مردان و اسارت گرفتن زنان و فرزندان نابالغ قبیله بنی قریظه مطابق حکم خداوند دانست و پس از قتل مردان و پسران بالغ قبیله و علارغم داشتن همسران و کنیزان متعدد، زن جوانی به نام ریحانه دختر زید قرضی را به عنوان کنیز خود
برگزید، یعنی مالک او شد. شاید به این دلیل که مجوز آن در سوره نساء آیه 24 آمده است. مقصود آریان از بیان این واقعه در صدر اسلام این بود که بگوید مسئله بردهداری یا مالکیت انسان بر انسان به شکلی کاملا مشروع و موجه و پذیرفته شده در زمان پیامبر اسلام وجود داشته و ادامه یافته، چرا که اعتراضات چندانی در پی نداشته تا اینکه در قرن 18 میلادی متفکران عصر روشنگری و معتقدان فلسفه عقلانی موضوع بردهداری را نقض کامل و آشکار حقوق بشر نامیدند، تا جایی که کلیسا و مذاهب انجیلی هم مجبور به محکوم کردن بردهداری شدند و آن را به عنوان یک عمل غیر انسانی تقبیح کردند و بالاخره سازمان ملل متحد در اعلامیه جهان شمول حقوق بشر تصریح کرد که احدی را نمیتواند در زیر یوغ بردگی نگاه داشت و خرید و فروش و نگهداری بردگان به هر شکل و طریقی ممنوع است. اما چون اطلاعات بابا جون تنها محدود به شنیده‌هاش میشد و اکثر دوستان و اطرافیانش هم همین نوع تفکر و شیوه توصیف رو دنبال میکردن، بهش بر میخورد و تصور میکرد که یه الف بچه مثل آریان داره هم خودش رو تحقیر میکنه و هم اعتقادات دینیش رو نادرست جلوه میده. این بود که به سرعت عصبانی و سرخ می شد و به سهولت تصمیم به ترک مجلس می گرفت و یا وارد جنگ و جدال همه جانبه می شد و آریان رو متهم به ملحد و مشرک بودن می کرد. خوب به خاطر دارم که دفعه آخر به آریان گفت ازدواج تو با الهام یه راه بیشتر نداره، اونم فقط عبور از روی جنازه منه، چون تا وقتی که من زنده هستم مطمئن باش اجازه نمیدم حرامزادهی مثل تو داماد خواهرم بشه، ولو با آلوده کردن دستم به خون نجس و کثیفت. هوتن دنباله صحبت حال را قطع میکنن و میگوید اصلا من نمیدونم چرا وقتی بابا جون در هر موردی با هر کسی صحبت میکرد در نهایت همه چیز به باورهای مذهبی ختم میشد، یعنی اصلا مهم نبود که موضوع مورد بحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی، مهم این بود که همگی میدونستیم بالاخره انتهای این گفتگو هم مثل تمام گفت و شنودهای قبلی کم توجه به موضوع به باورهای مذهبی بابا جون ختم میشه. جالب اینجا بود که بابا جون خسته هم نمی شد، یعنی یا همه مجبور به ملاحظه گردنش می شدن و یا با گارد بالا باهاش گفتگو می کردن، چون بابا هرگز حاضر نمی شد کوچکترین تردیدی در درستی محض عقایدش به خودش راه بده و یا کمترین شانس و احتمالی برای درستی یا بهتری عقاید و منطق دیگران قائل شد. شاید به همین دلیل غالب ورخورداش با جنگ و جدال، کم کردن روی دیگران، لجاجت و اختلاف، کدورت و نفاق و کینه و دشمنی همراه شده بود، چون هرگز علاقه من به سازگاری و همکاری، نرمش و نزدیکی با هیچ کس دیگه‌ای بجز کسانی که مثل خودش فکر می‌کردن نه، یعنی به واسطه پایبندی عمیق به باورهای متعصبانه مذهبیش حتی حاضر به شنیدن همانی دیگران هم نبود و اگر خیلی به خودش فشار می آورد و توصیف مخالفی رو تحمل می کرد، تعبیرش از شنیدهاش برداشتهای منحصر به فرد و متفاوت خودش بود و جدال بعدیش اثبات درستی درک و تعبیراتش از صحبت دیگران. به همین دلیل همیشه اصرار داشت که بگه من از اون دست آدم ها هستم که هنوز طرف دهنشو باز نکرده، میدونم که چی میخواد بگه. عشق دریای آتشین باشد،
عشق دریای آتشین باشد، چه غمی گر به دل یقین باشد. عاشقی با ریا عجین نشود، نبود عشق گر عجین باشد. عشق از عقل و دین جدا باشد، عاشقی بر خلاف دین باشد. نشود عاشقی به ریب و ریا، نشود عاشقی به ریب و ریا. عشق با بندگی قرین باشد. عاشقان را دهند سلطنتی، بالشش خشت یا زمین باشد. کنج ویرانه مسند عشق است، خواب راحت کجا در این باشد. ای خوشا آنکه عشق خود بشناخت، ای خوشا آنکه عشق خود بشناخت. کس ندیده دگر غمین باشد. تلخی روزگار و سختی راه، عاشقان را چو انگبین باشد. مغربی را تناب محکم بود، گر چنین ماند آفرین باشد. از بد بخت در بلاد غریب، از بد بخت در بلاد غریب، همچنان زیر ذره بین باشد. بدرود تا درودی رساتر و عاشقانه تر.